پژوهشگران مرکز ملی تحقیقات سرطان در مادرید اسپانیا توانستند نخستین بار با تغییر در یاخته‌های رسیده در حیوان، یاخته‌های بنیادی بسازند که قابلیت رشد و تبدیل به هر یک از بافت‌های بدن را داشته باشند. تا کنون این نوع سلول‌های بنیادی که به سلول‌های بنیادی چند قوه‌ای معروف هستند، تنها پس از برداشته شدن از حیوان در آزمایشگاه تکثیر می‌شدند. اما این محققان موفق شدند این یاخته‌ها را در بدن موش‌های زنده بسازند. آنها دریافتند با کاربرد مخلوط عوامل تغییر برنامه می‌توان برنامه‌ریزی یاخته‌های رسیده را تغییر داد. مانوئل سرانو مدیر تیم تحقیقاتی میگوید انتظار این نتیجه را نداشتیم. این باعث شگفتی شد. این یاخته‌ها بهتر از هر چیزی است که ما می‌توانستیم در آزمایشگاه بسازیم. یاخته‌های کلیه، معده، روده و لوزالمعده موش‌ها همه نشانه‌هایی به دست دادند که برنامه‌ریزی‌شان تغییر کرده و به حالت بسیار تطبیق‌پذیر پرتوانی بازگشتند که آن را شبیه به یاخته‌های بنیادی جنینی می‌کند. در بافت‌های متعدد و در خیلی جاها یاخته‌ها هویت خود را از دست می‌دهند. مثلا یاخته کبد دیگر یاخته کبد نیست و یاخته روده یاخته روده نیست و تبدیل به یاخته بنیادی جنینی می‌شود. این کشف کاربردهای درمانی نظیر ترمیم تناب نخاعی یا ساخت سلول‌های تولید کننده انسولین را به دنبال خواهد داشت. اما هنوز تا رسیدن به این کاربردها راه درازی مانده است. دکتر سرانو میگوید حتی در خوشبینانه ترین حالت برای شروع آزمایش های بالینی دست کم 5 سال زمان لازم است. درمان میتواند شامل قرار دادن ژن های تغییر برنامه یافته در ویروسی بی ضرر باشد که آنها را به بافت های آسیب دیده برساند و این ژن ها بتوانند اول یاخته های بنیادی و سپس یاخته های خاص آن بافت را بسازند. محققان مادرید از همان روشی استفاده کردند که یاماناکا دانشمند ژاپنی و برنده جایزه نوبل سال گذشته به کار گرفته بود. تیم محققان ژاپنی در آزمایشگاه با استفاده از ترکیب 4 ژن ساعت یاخته ها را به عقب برگردانده و آنها را به حالت نارسیده‌ای بردند که در آن حالت می توانند به هر نوع یاخته خاصی تبدیل شوند. با این تغییر برنامه ریزی درونی یاخته ها موفق شدند یاخته بنیادی چند قوه‌ای بسازند. محققان ژاپنی این کار را در آزمایشگاه انجام دادند، در حالی که در روش به کار گرفته شده در مادرید لازم نیست این تغییر برنامه ریزی لزوما در آزمایشگاه صورت گیرد. کار محققان اسپانیایی تفاوت دیگری نیز داشت. آنها با مهندسی ژنتیک و با تمرکز بر همان 4 ژن تغییر برنامه موش‌های خاصی را به بار آوردند و سپس با افزودن داروی خاص به آب آشامیدنی موش‌ها این ژن‌ها را به کار انداختند. امکان دستکاری این یاخته‌ها در آزمایشگاه ما را قادر می‌سازد آنها را بهتر بشناسیم. تمامی این راهیافت‌های پزشکی شبیه به داستان‌های علمی تخیلی می‌ماند، اما این امید می‌رود که با گذشت زمان به واقعیت نزدیک‌تر شوند. در ژاپن در ماه ژوئن گذشته طرحی برای ساختن یاخته‌های بنیادی چند قوه‌ای و کاشت آنها در چشم بیمارانی که نابینا شدند تصویب شد. کشف پژوهشگران اسپانیا گام مهمی در راه به بار آوردن این درمان‌های جدید است.